بهروز روئر هستیم. الو بفرمایید. بله سلام. صدای تلویزیون میشه لطفا کم کنید تا آخر؟ بله بستم صدا رو. بفرمایید. میخواستم بگم که تمام حرفاتون این واقعیته، ولی بعضی از پسرها و دخترها هستن که اینطوری نیستن و کار میکنن، درس میخونن، تحصیل میکنن و موفقیت آمیز ازدواج میکنن. خب و فکر میکنم که شما یک کمی هم در مورد دخترها و پسرها تو ایران اطلاعاتتون کم باشه. شما فکر میکنید که همه دخترها و پسرها 24 ساعته تو خیابون دارن میچرخن، در حالی که اینجوری نیستش. پس دانشگاه کی میره، درس کی میخونه، کار کی میکنه، تحصیل کی میکنه؟ خب کسی که دانشگاه میره کار و تحصیل میکنه دلیل بر اینه که دوست پسر نداره؟ نه، دلیل بر این نیست که دوست پسر نداره، دلیل بر اینه که وقت نداره یا اینکه علاقه نداره که با کسی رابطه های غیر اخلاقی داشته باشه. یعنی بعدش هم دوست پسر داشتن همه جوانبش که بد نیست. ممکنه دوست باشن بعد از چند سال هم دیگه ازدواج کنن. اولاً که خب اگه آشنایی باشه قبلش که اولاً که ببخشید شما صبر کن خانم، شما سه چهار چیز یعنی که مامانش باید رو تو سفره پیدا کنه. شما اجازه بفرمایید، شما سه چهار چیز و پنج چیز با هم دیگه میگین، آخرام آدم نمیدونه کدوم جواب بده. ما گفتیم که اگه کسی وقت سر کار میره یا دست تحصیل میکنه، این هیچ مزاحمتی برای دوست پسر پیدا کردنش نیست. تا اینجا که قبول داریم؟ بعضی وقتا بله. خیلی خوب. پس این که شما میگی پس کار کی میکنه، تحصیل کی میکنه، فلان میکنه، پس اینایی که شما گفتی هیچ ربطی به حرف بنده نداره، درسته؟ ببینید بعضی از آدم‌ها اصلا بیکارن. پدر مادرشون هزینه های زندگی اونها رو میدن. اونا بله. شما مثل که نمیخوای با من. خانم عزیز صادقانه دوستن. عزیز من، خانم عزیز، اولا نگفتیم کسایی که با هم دوستن و دوست پسر دارن آدم های غیر صادقی هستن. حالا غیر صادقی یا صادق بودن در اصل مطلب فرق ایجاد نمیکنه. بعدم شما چرا حرفی که خودتون میزنین اجازه نمیدین من راجع به همون حرف با شما صحبت کنم؟ یه موضوع دیگه چرا مطرح میکنید؟ شما الان پس متوجه شدی که کسی که دانشگاه میره، درس میخونه، کار میکنه، آدم با شرافتی در جامعه هست، هیچ ربطی به اینکه دوست پسر داره یا نداره نداره، درسته؟ بله. خیلی خب دیگه چرا مطرح کردی اصلا همچین چیزی رو؟ پس اون هیچی. بریم ببینیم دیگه چه حرفی واسه گفتن داری. حرف دیگه هم نداری. خیلی ممنونم، متشکرم که زنگ زدین. دوستان اول فکر بکنید. یه چیزی به من میگن همیشه، میگن تو واقعا واسه همه جواب داری، تو تو شوی پرچونه واقعا جواب جا نمیمونی، تو واقعا هر چی میگن چی جواب داری. چرا؟ به خاطر که من وقتی یه حرفی رو میخوام به شما بزنم، من کاری ندارم شما یه نفری اونجا نشستی آگهیه، من کاری ندارم شما یه نفر اونجا نشستی یا 75 میلیون نفری، من کاری ندارم شما چند نفر هستید اونجا نشستی. من میخوام یه حرفی رو بزنم، اول خودم راجع به حرف خودم فکر میکنم. وقتی کسی راجع به خودش حرف خودش فکر میکنه، چه سه نفر مخاطبش باشه، چه 3 میلیارد نفر مخاطبش باشه، هر چی اونا بگن این جواب داره. بریم آگهی‌ها رو ببینیم، برگردیم با حرفای شما برنامه ادامه. آقا بیا ببینیم چه خبر این تلفن‌ها. خلاصه داستان آقا، راجب چی داریم حرف میزنیم؟ از دوستان خواهش کردم اگه ممکنه راجب موضوع امروز ما صحبت بکنیم و موضوعات دیگر رو که مربوط به امروز نیست رو میذاریم برای موقعی که سوژه آزاد و یا میکروفون باز اوپن مایک میذاریم و هر کس هر سوالی مطرح بخواد بکنیم. یه خانمی زنگ زد ساعت اول و برای ما یه جوکی رو خوند که راجبه این بود که دختر خانوما یک شوهر رویایی زیبا و با غیرت و کاری و قوی و خوشتیپ و نمیدونم فهمیده و با مزه و بگو بخند و تمام خصوصیات خوب دنیا رو داره تصور میکنن و دنبال اون میگردن، وقتی گیرشون میاد یه چیزی که اصلا هیچ ربطی به اون نداره و نه بگو بخنده، نه خوشتیپه، نه خوش قیافه است، نه پول خرج میکنه. خلاصه که ما توضیح دادیم که عزیز من، مردا که همیشه چشچرانی و هوسرانیشون همین بوده که همیشه بوده و الان هم هست، زنها بودن که در دهه های گذشته، در 20 سال 30 سال 50 سال به خصوص گذشته، نبودن در دسترس مردا چشم میگیرن، نبودن در دسترس مردا، و الان دختر خانم ما خودشون اومدن و در اختیار مردا قرار گرفتن.
طبعا مردایی که خوشیبتر و خوشقیافه‌تر هستن، دختر خانمای جوانتر و زیباتر و مجانی برای سالیان مدید در اختیار دارن. وقتی که به سن ازدواج واقعا دیگه داره سن ازدواج میگذره، اونا که نمیخوان زن بگیرن، اونا دوباره دارن دخترای جوانتر رو خوشتی پن و پول خرج میکنن و همه اون رویاها درشون صدق میکنه. صفشون طولانیه، مثل دختر خوشگل که صف واسش واسدن، دختر پسر خوشتیپ و پول دار و وضعیت خوب و بگو بخند و با شخصیت و با معرفت و چمیم تحصیل کرده و اینا، صفش زیاده، چیز عجیب غریبی نیست. اون که نمیذاره پایین. مرسی. گوشی نگرده لطفا، گوشی نگرده. باید بیاد اونی رو بگیری که هرگز، باید بیاد زن اون کسی بشه که هرگز خودش در موقع جوانی و داغ بودنش محل بهش نمیذاشته. طبعا اون خصوصیاتی که اون میخواد درش نیست و اون خصوصیاتی که اون نمیخواست درش هست، چون اگه اون خصوصیاتی که این میخواست درش بود، خودش همون موقع دوست دختر اون شده بود و رفته بود جلو. خب چه واضحیه که چیزی که گیرت میاد در دوره امروز و با پسربازی و داستانایی که شما دارید میکنی، همین سیستمه. دوست پسر جذاب و خوشگل و خوب و ترتمیز و عالی و میزون و خوبه، شوهره هیچ کدوم اون خصوصیات خوب نداره، مگه که با فرمول قدیمی بری. یک چیز دیگه هم که حالا بعد این تلفن ها رو بگیریم صحبت میکنیم اینه که دوست پسر و دوست دختر گرفتن، دوست پسر پیدا کردن و دوست دختر گرفتن، هیچ گارانتی برای ازدواج ایجاد نمیکنه، هیچ تضمینی برای اینکه شما ازدواج بکنی ایجاد نمیکنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم. سلام قربون، خسته نباشید. سلام قربون، بفرمایید. من از کویت تماس میگیرم، اون هفته زنگ زدم بهتون بعد از برنامه اتفاقا با هم صحبت کردیم. شما کویت تماس بگیرید با هم صحبت کنیم. شما کویتی از یعقوب زنگ میزنی؟ آره آره. یا یعقوب یا کویت زنگ میزنی؟ نه یعقوب نیستم، برادر یعقوبم. خیلی خوب، پس لطفا یه بار پس بعد از برنامه ما زنگ بزن. اوکی؟ چه؟ امری داشتی بفرما، صحبتی اگه داریم بفرما. ایشون زنگ زده بودن که خبر بزن که بعد از برنامه میخوان زنگ بزنن. مرسی. بله دوستان که زنگ میزنین، لطفا راجع به مطلب امروز ما صحبت بکنین، وقتمون کم نیست ولی زیادم نیست، میخوام ببینیم که شما در این مورد چی میگین. بخاطر که شما که الان نشستین برنامه رو می‌بینین و زنگ می‌زنین، کسایی هستید که در این جامعه دارید زندگی می‌کنید، کسایی هستین که دارید دوست دختر می‌گیرید، دارید دوست پسر می‌گیرید. ببخشید من اینجا بگم، استثناء مستثناء این حرفا نیست. یه گروهی هستن که به فرمول قدیمی زندگی می‌کنن، یعنی ازدواج اولین تماس با جنس مقابله. این فرمول قدیمیه. حالا یا بعضی ها میگن مذهبیه، بعضی ها میگن اخلاقیه، بعضی ها میگن فرهنگیه، هرچی که شما اسمشو میذارید، فرمول قدیمی هست. من نمیگم فرمول قدیمی غلطه، نمیگم فرمول جدید غلطه، نمیگم فرمول قدیمی درسته، نمیگم فرمول جدید درسته. من نمیگم چی درسته، چون من خودم هم نمیفهمم چی درسته. چیزی که هست من دارم به شما میگم، در حاشیه رفتن از هر راهی یه چیزایی که در اون راه هست به شما برخورد میکنه. شما راه کوهستانی بری همش سنگ و لاخ میبینی، از راه دریایی بری یا آب میبینی یا شن میبینی یا بالاخره ساحل میبینی، از راه هوایی هم بری هوا میبینی. معلومه، چیز واضحی هست. من دارم میگم از هر کدوم از این راه برین براتون یه دستاوردهایی داره. خیلی از دخترها هستن دوست پسر نمیگیرن، خیلی از خانم‌ها هستن که دوست پسر میگیرن، خیلی از مردها هستن دوست دختر نمیگیرن، خیلی هم هستن دوست دختر میگیرن. ما نمیگیم صحیحه. اصلا من کی هستم بگم صحیحه؟ اصلا من کی هستم بگم غلطه؟ خدا و پیغمبر و قرآن و انجیل و تورات و نمیدونم امام و هر چیزی که شما بهش عقیده دارین، اونا گفتن غلطه یا درسته. اگه شما گوش بکن بودین، همونا رو گوش می‌کردین. گوش بکنم اگه نیستین، حالا من بگم یا نگم چیز رو عوض نمیکنه. بنده اینجا نمیخوام بگم شما چی کار کنین یا چی صحیحه. من دارم معنی هر کدوم از این کارهایی که شما میکنین براتون میگم که بعدن دلخوری نباشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم. آقا بهروز قد
بچه داداش من مجددا تماس گرفتم. بفرمایید، امری داریم، بفرمایید. آقا من میخوام فقط به شما بگم که این برنامه‌تون الو میام هی قطع میشه برسان میبخشه. بعد دوستان یه مطلبی رو که میخوایم بگین، اولا تلفنتون صداش رو صدای تلویزیون تا آخر کم بکنین، فقط با تلفن حرف بزنین، فقط تلفن رو گوش بدین، به تلویزیون هم گوش نکنین که بتونین بگین، چون هم ما تأخیر زمانی از این ور به اون ور داریم، تأخیر اصلا یعنی زمانی دیگه، تأخیر غیر زمانی که نداریم، و کیفیت صدا و تصویر به اون قشنگی که ما انتظار داریم هیچ موقع نیست. به خاطر همین باید سعی کنید که فقط تلفن رو گوش بدین. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. الو. بله بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. الو. خسن آسه. مرسی، بفرمایید. خب هستم بهروزم. مرسی. خواستم بگم که حرفتون واقعا درسته. اون خانمی که تماس گرفتهش فکر میکنم 1% باشن اینا. کدوم خانم؟ 99% داره صحبت میکنم. کدوم خانم در کدوم خانم جزء 1% باشن؟ همون که گفتش که همه اینجور نیستن و دانشگاه میرن اینجور نیستن. یعنی شما فکر میکنید 99% دخترها دارن دوست پسر میگیرن؟ 99 هم نه، حالا همون 90 90 80% شما میگه. کجا هستی؟ کدوم شهر هستش که 80% میگی هست؟ من کلم تهران. تهران هست. من احمد هستم، حالا من به تهران هم زندگی میکنم. خب پس اینطور. بله برصد ما نمیدونیم چند درصده، ما نمیدونیم صحیحه. نه الان متاسفانه دوباره که همون دقیقم 70-80% شد. الان چیزایی که پسر و دوستان دارم انجام میدم، ولی خب پسرها واسه ازدواج نمیخوان شون. آخه پسرها ببین، پسرها کسی لحظه میخوان، واسه لحظه میخوان شون. من برها من توی اجتماع هستم، توی پسر هستم، منم سنم کم نیست، 29 دارم، ولی خب کلن خیلی یعنی خیلی جامعه خراب شده. خب ببین مگه واسه لحظه میخوان یا واسه ازدواج میخوان؟ خیلی از پسرها که ازدواج من اونو نمیدونن، یعنی که فکر میکنن که نه دارن کار درست نه کاری ندارن به درسته عکسش کار... هم هست، یعنی اینکه دارن به دختر ما را عکسش هم هست، ولی خب دیگه الان دقیقا با همون فرهنگی که شما میگید من به درست جور دردن یاد من به درست غلطش کار ندارم، من دارم میگم که بازم پسر، ولی بازم پسر من از خون یه قواعد دارم برای خودشون، یه قانونهای دارم برای خودشون که اونا دیگه خیلی بیش از حد دارن. حالا گفتی همه رو؟ حالا من میتونم حرف بزنم. که نگفتم تا از خواب بیدار شدم تا من همون از خواب بیدار شدی. همون از خواب از خواب بیدار شدی. همون از خواب بیدار شدی. الو 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 همون از خواب بیدار شدی وگه نه اجازه نفس کشیدن به من نمیدادی، من الان مرده بودم اینجا. اگه 5 آره اگه از خواب بیدار نشده بودی 10 دقیقه دیگه اصلا من نفسم نمیذاشتی من بکشیدم. حالا حرف تو خیلی خوب. شما زنگ زدی به من یه مسائل رو بگی تموم کنی بری، یا زنگ زدی با من حرف بزنی، کدومشه؟ جانم نه مسائلی رو زنگ زدی یعنی همه حرفات رو بگی. شما زنگ زدی همه حرفا رو بزنی. الو الو شما زنگ زدی همه حرفا رو بگی بری، یا قراره میخوای با من حرف بزنی؟ نه 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 من نمیدونم. شما میخوای با من حرف بزنی دیگه؟ حرف میزنم قربونت برم شهرونده من پشت سرم حرف زدم. با من حرف میزنی یعنی بالاخره یه دهم ثانیه هم باید اجازه بدیم منم یه چیزی بگم دیگه، درسته؟ خب میگم شهرونده. خیلی خوب، حالا ببینیم چطوری اینو شما انجام میدی. این که شما میگی پسرها طرف و واسه دخترها رو واسه لحظه میخوان، اکثر مردا نه من هم چیزی نگم، منظورم هم چیزی نبود، اشتباه گفتم. منظورم که اکثری پسر رو نه، که حالا بازم اکثریت هم اونم توی چیز خاص دارم میگم، یعنی اون هم شخصایی که شما میگید مثلا بیرون هم و فلان هم این چیز هم خود کجا رفت برو